تو اطلاعاتی که به ما رسید 353 نامه از طرف دولت تاجیکستان از هم از نهاداش به مقامات فرانسوی رسیده. یعنی یک نامه نه 353 نامه رسیده. یگان گناه در دنیا موندگی نیست که مرا اتهام نکرده باشند. یگان جنایت موندگی نیست. من فیلم جنگ جهانی یکم را گفتگیان همی تشکیلش کردگی بود پیش از تولد شوی جنگ جهانی دیم هم همی پرایکت چکشتگی بود ای جنگ سال 92 هم من پرایکت چکشتگی هم یکان چیز موندگی نیست در ایجا که در سالی من زدگیش نباشم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران دوستان برادران در استودیو بوده و تماشینان محترم، من راستی برنامه شما را تماشا داشتم، یک چیز فقط میخواستم به محمد اقبال و به دیگر دوستان برسانم که البته پیشوا در ناخونک ما اوقع پیشوایی نداریم که رو داشته باشه، برای همو انتظار نباشه که با مکرون وقتی صحبت میکنه طلب نکنه شما، چون من دلیل دارم برای این گپو. ما سال 2012 خب یک تشکیلات خرد داشته، تشکیلات ما قدر کلان هم نبود و ما اصلا یعنی مخالفی حکومت نبودیم، چون ما در مسکو فعالیت میکردیم اصلا به حکومت یکو مخالفت نمیکردیم، چون سال 2012 مخالفین در بیرون خب چند نفرهای بودن، سلی دادا جان عطالله و دیگران، ولی در داخل به هر حال یک مخالفتی وجود داشت. فعالیت ما بیشتر فعالیت فرهنگی بود و فعالیت اجتماعی، یعنی که ما یک پروازشتین ارگانیزاسی داشتیم با برادر عزت، ما کمک میکردیم مجرد اون هم ما رسانه نداشتیم، یعنی که ما نه در یوتیوب کانال داشتیم نه رسانه مخصوص داشتیم، هیچ چیز نبود، یعنی که نفرانی که کار افتاده فقط ما رو میشناختن، نفرانی که در مسکو کارشون با پلیس میافتاد یا یاردم حقوقی لازم میشید اونا ما رو فقط میدونستن. ولی روز مرکزی ما تفتیش آمد از چهار به زبان روسی اینستانس میگیم، یعنی که هم از فیسبوک هم چور نیاد، بله هم از پراکراتورا هم از پلیس و هم بود در روسیه یک گروهی مخصوص هست انتی ترور نام دارد که گروه تی میگن، او مخصوصی فقط پرزیدنت است، یعنی اون راست به پرزیدنت اطاعت میکنه، از پرزیدنت میگیره. این چهار نهاد برای جای ما تفتیش اومد، خب سحر قطعی اومدن تفتیشات سحر کردن شروع کردن، حتی رقمای تلفنی من رو هم میدونستم، خوشون زنگ زدن که بیا اوفیستون اومدم. خب من در رفت تفتیشات قرار است، من فقط رفت تفتیشات میگم، در رفت تفتیشات دستی من نامه افتاد که از نام رحمانوف، یعنی دستگاه پرزیدنت با امضای رحمانو بر امضای پرزیدنت به دستگاه پرزیدنت به آقای پوتین نامه نویسته است که اودینای فرهاد خب فلان و فلان است، با فلانی ها ارتباط دارد، حماس گفتیان، اخوان مسلمین گفتیان. من اصلا در اون دور زمان خب دیگه اخوان مسلمین را همه که میدونست چون سر قدرت بودن، این وقت مرسی پرزیدنت بود ولو علم فکر کنم و من نمیدونم از کجا اونو این اینفرمیشن گرفتن که ما با حماس کدوم رابطه داشتیم. خب به هر حال اونجا تهمتنامه‌های زیاد بود، گویا سفیری انگلیا با ما با سفیری انگلیا رابطه داریم، با محی الدین کبیری رابطه داریم و خشتبوری داریم، خب خیلی قصه ها بود. من گفتم اکثر اینا گپام از دروغ است، خب من اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستم، اقرار میکنم محی الدین کبیری رو میشناسم، خب رئیس حزبمون است، خب دپوتات پارلمان است، رحمت الله ظاهری رو میشناسم، چندین بار جای مو مهمون شده است، چون رئیس حزب سوسیال دموکرات است. خب ولی سفیر انگلیه جای مو نیامده است، شاید که سفیر انگلیه در تاجیکستان در نظر دارم، ولی اون کس اومده بود چون رابطه‌اش با تاجیکستان است، با مهاجران تاجیکستان بود و ما یک گروه در اینجا. خب قصه دراز است، من برای چی رو برای شما نقل میکنم؟ به روی یک پرزیدنت ببینید، پرزیدنت اگر امروز پرزیدنت با مکرون و خورد یک صحبت میشود، این میرود، شاید که این در پروتکل های هم قید نشود،
ولی اون نامه نامه رسمی است تا حال در دفتر پرزیدنت روسیه هست که یک مهاجر عادی که برای مثال همه اون قدر نامدار نیست کسی نمیشناسدش برای اون نامه می نویسن برای شما برادر نشد. همینجا من قد میکنم شما را در مورد آنچه که شما نامه گفته تا اطلاعاتی که به ما رسید 353 نامه از طرف دولت تاجیکستان از هم از نهادش به مقامات فرانسوی رسیده. یعنی یک نامه نیست 353 نامه رسیده. یگان گناه در دنیا موندگی نیست که ما را اتهام نکرده باشند. یگان جنایت موندگی نیست. و فیلم جنگ جهانی یکم گفتگین همین تشکیلش کردگی بود پیش از تولد شوی جنگ جهانی دیم هم همین پرایک چه کشدگی بود این جنگ سال 92 هم من پرایک چه کشدگی هم یکان چیز موندگی نیست در اینجا که در سال من زدگیش نباشن یکی خوب دیگر اون نامه ها را ما اصلا چیزه یعنی که نمیگم در مورد اون نامه ها برای که این نامه ها چونین هر روزه میوین و سفارت تاجیکستان در فرانسه فرزندی خوب دیگر محمد سید و بایدولوف که بازم همین قدر مصیبت هایی که به سر پدرش آوردن باز هم خدمت خوب انجام داده است و این چنین پسری سخنگوی رئیس جمهور چنون داره فتح سعید فهم منو چیه فتح شریف زاده همون در یعنی که سفارت تاجیکستان در فرانسه هم یعنی که فعالیت و کار دارد. خب معلومات های زیادی از امنیت میرسد برای ما که یعنی چی چیزها و چی کارهای در اینجا انجام شده ایسند. ولی در این مورد ما چیزی نگفتیم. تنها نظری سوال برادر محمد امین است که آیا در صحبت های روبرو و ملاقات ها خودی شخصا جنابی یعنی کوهین معبد امون میپرسد از این چیزی یعنی این است یعنی من سوال حالا یک سوال و از این صحبت شما پیدا شد که این 353 تا نامه را به شما مقامات فرانسه گفتن یا مقامات تاجیکستان؟ اوش سیکرته هرچی از تو میپرسیم در مصاحبه می هرچی میگیم برنامه مخالفان چی است میگی سورپریز است میگم اینه که برنامه است که ما وقتی ما اون چیزی که میکنیم بگیمش تو میخواهی که قبل از اون که ما انجامش بدیم همون چیزا ما دولت نداریم ما دولت نیستیم که هر چیزی که پرایکت بکشیم در استادیون فلانجو 10000 آدم با زوری میگیریم میاریم یا 2000 دختره که بگیری برای رقص کنه ما دولت نیستیم ما مخالف تاکتیکای خود چادورا وقتی ما بگم منابعی که برای ما این معلومات برسه ما نمیخوایم که منابع لازم نیست که شما بگی کی گفت فقط که این معلومات از فرانسه از طرف تاجیکستان معمولا وقتی که شما مصاحبه میکنید همون اداره نهادهای مهاجرتی با شما میاد میگه نه این نامه در برای شما آمادگی است یا حداقل یک چی آشنایی نشان میده ولی این چیزا برای ما آمادگی هستند یعنی که از طرف در فرانسه هم این چیزا وجود دارد ولی عدد و ماهیت و مضمون معین نیست ولی این که از طرف مقامات یعنی که تاجیکستان خاصتا در مسئله یعنی که اینجا میفرستند یعنی که برای ما معلومات دقیق و حتی یعنی که سال 2020 ماه می 267 عدد بود. بچه ها. یعنی که نامه هایی که هر یک چیز درست میکنن ویدیو ها را حتی میبرن ترجمه میکنن به هر شکل خود چون میخوان میفرستن. دیده در فلانجا چی گفت گفت. دیده در فلانجا چی گفت گفت. و همون صحبت های ما الحمدلله هر روز هست. اگر یک 366 روز باشد همون 366 روز در یک برنامه داریم ما. هر یک مقطع ویدیو رو ببره یک بار مثلا یک گفتگی باشون دیدی انمی که هدفش همین گفتن انمی معنی داشت با شکل خودشون شرح میکنن میفرستن یا همون جنایت گفته مقصد چون چی است مقصد چون خوب معلوم است دیگه اون چیزی که یعنی میخوان برای اینکه گویا که ما یگون جنایتی انجام داده باشه وگرنه جنایتی ما تنها انتقاد و مخالفی رژیم رحمانوف بودن است دیگه جنایتی نداریم درست تشکر زیاد از شما چون من از اول بخشش من از اولی برنامه نبودم من اگر یاد داشته باشید یک چند تا رسم فرستاده بودم برای شما یعنی واخوری که سفیر فرانسه با حسن اسدالله زاده گذارم یعنی اون چی معنی داشت شما اون را تحقیق کردید این مسئله دیپلماتی است این مسئله کارهای دیپلماتی است قبل از سفر یعنی امام علی رحمانو بعضی مسائل باید که یعنی جابجا شوند
و خوب دیگر این مسئله مسئله هست که برمیگردد به چیزای عمومی که سفیر سابق فرانسه هم در تاجیکستان دقیقاً به چنین کارها مشغول بود چه در مسائل فرهنگی محمد جوادی باید تصویر پرزیدنت کنن نه رئیس اوریون بانک رئیس اوریون بانک اوریون بانک عادی فکرش نکرده تمامی هم اون چیزایی که رحمان افتاره با نام حسن اسدالله‌زاده هم نه به هر حال ببینید و یک چیز رسمیات هست دیپلماتیا و همین دیپلماتی همه یکیش اونجا دستگاه پرزیدنت هم همون پروتکل را برنامه میکنن و پروتکل هم میکنن صحبت ها دو نفره نشود. من اینجا یک سوال حالا با سوال شما برمیگردم که فرهاد شما در برنامه باشید آقای محمد اقبال فکرم عجله دارن وقتشون کم است. من یک سوال دارم اینجا با من نوشتن که خوب مثلا مخالفین تاجیک در عموم چی برنامه دارن و چی میخواد یعنی چی گونه با مردم فرانسه را از حقیقت حال تاجیکستان نقض حقوق بشر اینکه مثلا 29 سال شد یک رئیس جمهور مثلا در اونجا حکومت دارد و چی قانون شکنی های در تاجیکستان از جانب این صورت نگرفته است همینا را چی گونه با مردم شرح میتین تا اینکه مردم فرانسه خودشان مانع چی میگن دعوتی رحمان شوانی یا اینکه چگونه میشود روی افکار عامه فرانسه و اروپا تاثیر گذاشت در این زمینه میگن چی برنامه داره کوتا دیم اینکه رحمان میامد است موزه میکند و نمایش حالا آثار فرهنگی تاجیکستان به نمایش میگذارد مخالفین تاجیک در این چند سال چی چیزی را به نمایش گذاشتن این دو سوال بود یعنی خب بله برادر محمد جان در مورد این که ما در فرانسه برای این که مردم رو بفهمانیم واقعا حکومت فرانسه را یعنی که هر یک پناهنده تاجیکی که در اینجا پناهنده سپرید است وضعیت از شکلها و از یعنی بخشهای گوناگون به حکومت فهماندگیه فکر کنید چند صد پناهنده که در فرانسه هست همین پناهنده ها وضعیت هاشون هر وضعیت فرق میکند با شکل های گوناگون که این خودش همش درست ولی این رسانه‌ای نشده است آقای مهدی قربانی یک دقیقه این رسانه‌ای نشده است فقط چند تا کارشناس آگاهی دارم من فهمیدم شما را یعنی اون چیزی که دولت فرانسه باید بداند پناهنده ها فهموندنشون یک تا دومش اینکه مردم فرانسه و یک دمو از دولتش تمام کنه بعد به مردمش برسیم خب دولت فرانسه فهمید اون چیزی که رحمانوف کی است نه فقط فرانسه آلمان فرانسه اتریش یعنی که پولند تمام دولت هایی که در اونجا پناهنده های تاجیک یعنی که پناهنده های سیاسی هستن وضعیت سیاسی شون با یعنی که مقاماتی مهاجرت که اون رب دارد یا با وزارت داخله یا با وزارت خارجه یا یعنی که به نهاد مخصوصی که یعنی که زیر نهاد اون هست پس دولت فرانسه دولت های اروپایی کاملا از قضیه تاجیکستان آگاه هستند و در این یگان شکی نداریم در مورد مردمش ما به این سوال گفته هستیم که ما چیزی نداریم که کدو یا خربزه یا سیو یا قلنفر یا بلغاری بریم برای مردم فرانسه را به نمایش بگذاریم که ما نیتره چیز داریم ما موزه و چی را به نمایش میگذاریم ما بریم قتل های رحمانوف و جنایت های رحمانوف موزه کنیم یعنی که جنایت های که رحمانوف در 29 سال در تاجیکستان انجام داده است ما همین جنایت های رحمانوف یعنی که بریم به نمایش برای ملت و مردم فرانسه به نمایش بگذاریم ولی تا جایی که امکان داریم یک مخالف باید مردم باید بفهمند که ما چی گونه امکانات داریم در چه حالت های قرار داریم که ما میتونیم که برای یک مردم چی کارهای انجام بدیم 24 ساعت برای مردم تاجیک با زبان تاجیکی چی مقاله و چی نوار انجام داده استیم و نمیتواند که هر قدر که مخالف باشه هر قدر که تو یعنی که کسی هم که باشه نمیتوانه که چند سمته کار انجام باشد ولی پیمان ملی کارش انجام داده است در تمامی یعنی بخش ها و دولت هایی که اونجا ها یعنی که پناهنده تشکر از زحمت های شما از صحبت های شما ولی خوب میشید که و این سوال نماینده های پیمان ملی خودشان جواب میدادن یا گروه های دیگر اینجا یک مهمان دیگر داریم آقای الماس خوش آمدید شما هم پیش از اینکه شما بریم یک خواهش دارم از شما که همون دعایی که میخونه پدپیس چیکوتان بسیار میشه و لایک بسیار میشه همون دعا را در اینجا بخونه
بله دعوش همیای کی خودت بسیار با زبانی ادبی گپ میزنی من میخواهم که شما رو این مساله رو بفهمونم هوجی که دیگه پر نمیفهمم هوجی که اگر بخوای تو فهمی اینم جواز تو رو مادی خودت بگی این سوالی که طرح کردم باید پیمان ملی جوشته سوال عمومی کرده است ما مخالفیم فهمتون پیمان ملی رو نمیگیره مگر ما بگیم تو خوب میشید که پیمان ملی رو هم جواب بدی نه اینکه خود جواب بدی پیمان ملی رو فرادش نکنی و اجی جواب بد میگه در مسئله دعاش باید که با مردم صمیمی باشی صمیمی بودن یه که نه از روی ورق نه اون چیزی که با زبان ادبی صحبت اکمون هم ورق مردم شما را خوب بفهمند با همون زبان لحجه فیض‌آبادی صحبت کن تو اینکه مردم بفهمند خیدر همون را دم فیض‌آباد کلان شده باشی که لحجه فیض‌آبادی را بگیم اگر سخن پردازی کردی مردم تاجیک سخن پردازی را دوست نمیدارن همین بود رو با هم لحجه خوده مردم تاجیک رحمان و دستی سال چی کارشون کرده است خوب میفهمه به همون خاطر با قدر عقل مردم تاجیک باید صحبت کنی تا اینکه دینم باید با مردم تاجیک با همون عوامانه باید فهمونده شود نه اینکه ما سخن پردازی کنی برای چی مردم در صحبت وزی ملاحات پنج دقیقه میشتن میبرن میروند برای اینکه یک نمود صحبت میکنه میخواهد که دانش خودشا بیشتر نشان بتید ولی مردم میخواهند یک چیزی ساده بفهمند.